دلش به داده دله خواد رود های آره سهر رو بیرون کردم یه دونه جوک چی فکر کردیم چی شد بابک چرا اینجوری کرد I don't know فعلا I don't know بعدش بچه یه خبر خوب بهتون بگم اولا که بذار سب کنم خونه در هم بر همه امو خوب ببینید بسته رسید اونا هم چیزایی که از دیروز رسید بسته راهله رسید از ایران 3.5 میلیون تومان فقط پول پست داده بعدش میخواستم یکی از بچه ساحل پیشنهاد داد که با آذر باز کنم این بستر منم به آذر زنگ زدم آذر گفتش که میام بعد از ظهر گفت صبحانه رو من هنوز صبحونه نخوردم گفتم منم نخوردم حالا آذر بعد از ظهر میاد این بستر رو باز میکنیم اینقدر که شما گفتی زیبا چرا آذر نمیاد گفتم بچه ها راست میگن دیگه بذار بیا یه سرم تو بیا همش من نیام گفت میام دلش به داده دل دی 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 دیم 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 فرشای کف ایران فرشای ایران کف منزل بابا باش اینا رو حبیب آورده دیگه تو هم میخوای بیای کسایی که هامبورگن بیان آخه راهله یه سری هدیه برای بچه سالادم درست کردم از سحر برای برخورد خیلی ریلکسش خوبش ممنونم از زیبا فروزان برای اینکه گفت زیبا دیگه ترسم رفته از اینکه بدون روسری جلو یه چیز بیام چقدر عالی بود ما هم که خیت شدیم رفتیم دیگه بچه دیشب تا صبح خواب بابک رو میدیدم موقعی که سحر رفته بود خونه اونا سنم ما فکر کردیم سنم دیگه خیلی ثروتمنده بعدن دیروز فهمیدیم که بابا این خونه خونه اجاره‌ایه بعد طوریه که بابک نمیتونه حتی اجارهشو بده اجارهشو عمش میده عمه 70 و چند سالش میده خلاصه دیشب که ما داشتیم جلسه شورا تشکیل داده بودیم گفتیم ببینیم اصلا بابا از غیر منافع مالیش گذشتیم بدهی که نداره بعد که سحر میپرسه ازش بدهی نداری دیشب گفت چرا نه تنها ثروتی ندارم کلی هم بدهی دارم خلاصه اونو بذاریم اینجوری اینجوری بشه که یه ذره خوشگلتر دیده بشه خلاصه مثل اون کسی شد که رفته بود ارث فکر ارث بهش میرسه بعدا دیده بود که کلی قرض و قوله های نمیدونم آدم های بدهی و نمیدونم مسائل اون فردم بهش رسیده و دولت غیر اینو گرفته دیریریم دیریم دیم دیری دیدیم دارم دام
حسابی خیت شدیم. حالا دشمن های من، که البته دشمن ندارم، اونا منو بیشتر بیش خیلی هم دوست دارم، کل خندیدم، خوشحالم شدم، ما هم کلی خندیدیم، ما خودمون هم کلی خندیدیم. حالا رفتم خونه کی رفته؟ رفته خونه کوروش. صابخونه دیدید چی کار کرد؟ صابخونه علکی دیگه، دایی منم از این کارا کرده بود، یکی رو بیار نمیدونم اطلاعاتی فلانه، شما اختشاشگری چی 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 چی، طرفم میترسه بیار. حالا نمیدونه که ما مارگزیدش چی چی شدیم، نمیدونم یه چیزی شدیم دیگه از این مسئله. چه صدایی. خلاصه هیچی دیگه، بشینیم صبحونمون رو بخوریم و دروغ میگم، با هم بابک هم عمش. بابک یعنی فکر نکنم بابک دروغ بگه، شاید هم بابک هم دروغ بگه، وای نمیدونیم که. خلاصه که اینجوری شد، ما به سهر گفتم سهر، بلاهایی که تو زندگی من اومده باید سر تو هم بیاد. خب آذر رو به نوری تحمیل نکن. آها حالا مثلا نوری بیاد از آذر معذرت خواهی کنه، از اون موقع رفته اصلا. بچه اینا چقدر خوبن، تورت اصلا به جای صبحونه اینا رو بخور. سحر بی آبرو پاشو برو خونه. بابا ما اصلا بی آبرویم و هرچه بی آبروتر رهاتر. زیبا خیلی پس فطرتی. بابا کجاشو دیدی هانو؟ بذار استفراغای روحی دیگه هم بکنم، تازه پستیامو بیش. اصلا بچه از اون موقع که من از ترکیه اومدم خیلی زوایای پستی و پدر سختگی های خودم رو بیشتر دارم میبینم، خیلی جالبه. اصلا انگار یه اتفاق جالبی تو این ترکیه با این اردوغان گفت دوغان یادت باشه، دوغوبتا اونو دوغوبته، گفتیم باشه دوغان یادت باشه. خلاصه ما رفتیم ترکیه، اومدیم هرچی بیشتر داریم به زوایای وجودی خودمون داریم پی میبریم. حرارتش عالی. اینجا با این طعمی که تو دهنم هست، یه گوجه. بعد اینا رو میبینی این سبزیاشو، روکولاس. زنجبیل هایی که ریخته بودم تو عصر ریختم تو این. اینا رو هم از آذر یاد گرفتم. تو
تو سالاد عسل می ریخت. یعنی اصلا از خوشمزگی، حالا نمیدونیم توی این از ایران به من چی اومده، اصلا نمیدونم. بهش گفتم هر چه دوست داری، فقط بچه ها میدونم یه خبر برای خیلی ها که دوست دارم من سوتیان ببندم، توش یه نوع سوتیان مخصوص گذاشته برای راحت طلبا. بابا برو پایین دیگه، خیلی گشاده. هرچی دوست داری بگو، باز کن بسته رو ببینیم. خب باز میکنم دیگه، چیز میاد دیگه، آذر میاد با هم باز کنیم. لایو باز کردن بسته راحله از ایران 7 کیلوه. بهش گفته بودن که اگر بالای 10 کیلو باشه قیمتش کم میشه، میشه 350,000 تومن کیلویی، ولی چون به 10 کیلو نرسیده کیلوی 500,000 تومن. چقدر؟ 7-5 تا 35 تا، 3.5 میلیون. بعد وقتی که وقتی آذر بیاد یه دونه استوری میکنم با همین بسته، باز کردن بسته راهه. حالا اومدم اینجا یه ذره هم صبحونه بخورم، شاید هم لایو امروز کوتاه کنم بعدش، شاید ها بعدش هم درباره این جریان سحر صحبت کنم. واقعا خنده داره زیبا. جریان سدنگ خونه چی شد؟ کی فکر کردیم چی شد؟ سدنگ خونه بیرون دیدید دیگه، جریان سدون که خونه خودمونم کلی خندیده. سدون که شیشتون که خونه رو میخواستم به اسمم فهم. خب میدیدم که هی بابک میگه من یه قرضم 3.5 میلیونه. گفتم بابا 3.5 میلیون حالا چیزی نیستش. بعد گفت نه یه قرض دیگه هم دارم، نمیدونم 20 میلیون خورده. بعد دیدم که هی داره قرضاش، بعد از خواب خوب پوزشیه در زد، از خواب بیدار شدم همینطور قرضاش داشت نشون میدم. از دیشب تا حالا همینطور ما تو خواب داریم چیزای قرضای بابک رو میبینیم. به جای سدونگ خونه یه بچه تو آلمان هم بهتون گفتم، یه سری خودشونو از ارث محروم میکنن به خاطر اینکه طرف میدونن که خیلی قرض و قوله و اینا داره، بعد میگن که وقتی شما به شما زمینش، مالش، وسایلش رسید قرضاش هم به شما میرسه، بدهیاش، کارهای دادگاهیش، وارثی دیگه، برو اونا هم مال تو میشه. اینجوریه که اینم زیر است. زیره. جرم بزرگی داشت. اخبال بچه
خب افشا کنید، افشا. دانشجوی خط اما افشا کن، افشا کن. بگو راهله سدونگ خونه استانبولشو بزنه به اسم وحید. یعنی تو استانبول راهله خونه داره؟ منو دعوت کرد، گفت دو روز بیای هتل. دعوت من، ولی خونش نمیدونستم. میپرسم این سالاد بیرحمانه خوشمزه است. هوا بیرحمانه، یعنی سالاد بیرحمانه خوشمزه است. حالا چرا سدونگ خونهشو به اسم سحر بکنه؟ خب ما فکرشو کردیم دیگه، پرواز فکر دیگه. فکرش هم نمیتونیم بکنیم. فکرشو کردیم، بیان کردیم. تازه چون بیان کردیم این اتفاقات افتاد دیگه. واقعا من نمیدستم روکولا انقدر خوشمزه میکنه. یه جلو ببینم. تو خیلی فکرام میکنی. نارسیست. نارسیستم آره، درستم. اینو درست گفتی، نارسیستم. سوال خوبیه، سب کنم جواب. نهار چی میخورید با آذر؟ آذر گفتش که زیبا، بودم یه گوشت چرخ کرده است. خیلی وقتی احمد آورده میخوای اینو در بیاریم، گفت حالا در نیار، بیایم اونجا فکر میکنیم. حالا میایم اونجا یخچال باز میکنیم، یه فکری میکنیم دیگه. نمیدونیم فعلا نهار چی. منم که درست نمیکنم، من در رو باز میکنم. یه استوری دارم من برای مهمون، فقط در رو باز میکنم. یکی هم گوده بود خسته نباشی. مرسی. ترشی به سالات چه زد بچه ها؟ اینه که درست کرده بودم چند روز پیش. زنجبیلام احساس کردم داره خراب میشه، گفتم سری زنجبیلم زیاده بریزم تو عسل. چقدرم خوب شد. یکم از این زنجبیل رو ریختم توی دو، یه لیمو، لیمو ترش، رب به انارم زدم. رب به انارم از کی یاد گرفتم؟ از آذر. به سالات رب به انار میزنه، خیلی جالبه. رب به انار اینجا گرونه، ولی من یه رب به انار داشتم مال عهد دقیانوس بود، گفتم استفاده کنم دیگه. خیار، پیاز خوشمزه، از این پیاز گنده ها که دیروز نصفش رو ریختم، فلفل، گوجه فرنگی و سبزیش روکولا، یه ذره رزمارین، یه ذره شبید، روغن زیتون، نمک، رب انار، واسنوخ، همینا دیگه.
سحر بعد جور زایه شو. ما اصلا به زایه شدن عادت کردیم. شما بخندید دیگه، ما زایه میشیم شما بخندید. بده؟ نه خیلی هم خوبه، ما زایه میشیم شما میخندید. هیچی مثل زایه شدن ما شما رو خوشحال نمیکنه. ما هم شما رو خوشحال میکنیم. بس نوخ، حالا دفعه سیاه دونم بزنم، گردو بزنم، بزنم گردو جون. بیا ما زایه شدیم، بیا خیلی ناراحتیم. سمیرا چقدر میخنده. سمیرا میگه زیبا من چرا این روزا همش میخندم؟ میگه اون روز تو اینقدر گریه میکردی من میخندیدم تو دل خودم، میگفتم خوب شد خوب شد. گفتم خوبه، خیلی خوبه، یه نقطه تحول. گفت زیبا من چرا اینجوری شدم؟ گفتم خوب شدی بابا، خوب شدی، بهتره بیای ترحم بکنی. نه بابا همون بخند، من مردم هم بخندید. یکی بود اعدام شده بود، خیلی قشنگ بود، خیلی جالب بود. تو موقع اعدامش عکس گرفته بودم، از دستش که اینجوری بسته بودم، از دستش اینجوری کرده بود، اینجوری اینجوری کرد. منصور حلاجم که مسلش میکردم میگم من شبیه سنانه چنه ها. گردوهاش سیرمونی نداره فعلا، نه تازه بعد از ظهر کلی میخوایم یه چیز بخوریم. پیشت غذا بیرحمانه خوشمزه شدید. هم بس ادا چطوری؟ یه سری بزن به وحید. اون نعیم رو با وحید آشنا کن دیگه. یعنی امروز اصلا این سالات بیرحمانه خوشمزه شده. شانس شما بوده که من بیام اینجوری بخورم یاد بگیرید. خیلی جالب بود. اولش میخواستم گفتم بعد از ظهر بخوام لایف بذارم صبحانه رو، اومدم کنسل کنم یه استوری بذارم که بچه ها منتظر چیز نباشید صبحانه. لباسم شستم کلی، حالا لباس شستم.
همش میخوام بدون اینکه پیام ها رو ببینم میخوام سالاد بخورم. از این به بعد رو بنا رو میزنم. خیلی جالب کرد. امتحانش کن با سالاد رو بنا رو خیلی جالبه. من خونه آذر خوردم گفتم آذر چرا اینقدر خوشمزه شد، گفت رو بنا رو امتحان کن واقعا خیلی خوبه. تخم مرغ فردا بخور. احمد من گفت تخم مرغات در چاله، گفتم 4 تا دونه تخم مرغ آورده بودی بهت گفته بودم بیشتر نیار. از موقعی که از ترکیه برگشتم 2 تا تخم مرغ خوردم. رب انار شیرین هم داریم؟ من نمیشناسم که، فکر کنم یکی گفت رب انار شیرین یا ترش، من فکر کنم رب انار رب اناره دیگه. برای اینکه ویتامین بدن تو خونه مردم پر میکنیم. اصلا من معتقدم جهان باید همه مفخور بشن، پول باید از بین برستم. پول ساخته یه انسانه دیگه، یه زمانی ساخته شد یه زمانی هم باید از بین بره دیگه. بهشت مگه شما میخواین یه چیزی بخورین تو بهشت باید پول بدین؟ نه، مفخوریه دیگه بهشت. برای چی میخواین بریم بهشت؟ خب برای مفخوری میخواین بریم بهشت دیگه. حالا باید حتما بمیریم بعد بریم بهش. پولی اگه جمع شد شاید بهشتم پولی باشه. اون بهشتی که ما میشناسیم پولی نیست. شما برید بهشت پولی بخرید دیگه. همتون به جایی برید. اگه کسی این روش منو ادامه بده مثلا خونه هام همین مفتی دستتون خواهد اومد. شیشتون چیه؟ اساس صدها خونه خواهد اومد دستتون. این مرمید دروه یعنی این سالادو به این دوتا نونی که شایبه نونی که داشتم
اصلا فکر میکردم شاید بمونه، ولی اینقدر عالی بود نموند. بر تدبیر زیبای استانبول رو، اولا زیبای استانبول رو من دزد نکردم، گفتم از فکرم گذشت که ممکنه این که شب اونجا خوابیده از ذهن من، ذهن دیگه مثلا ذهن من گذشت که ممکنه، برای همون برداشتم موبایلم و با کیفم و با چیزو گذاشتم بالای سر. به نظر من کار خوبی هم کرد. بهشم فردا گفتم این از ذهنم گذشته، دلیل برای این نیست که تو دزدی. که اما سبنی رو که نداد، خودش پشت زنگ زد گفت تموم شد، خودش زنگ زد گفتش که من چی برات بیارم. گفتش که، گفتم به چه اندازه میخوای بیاری؟ گفت تو بگو. گفتم صدلیر خوبه؟ گفت آره خوبه. بعد میره فکراشو میکنه میبینه نه، فکر میکرد که الان میگن نه خواهش میکنم خودتو بیار، نه از راضی به زحمتت نیستم فلان. بهمون یه ذره فکر میکنه میگه بابا صدلیر رو من ببرم برای این نمیخوام، آی حالا من عاشق منه ها مثلا، دیدید دیگه، وای من خیلی دوستش دارم، چندین ساله میشناسم، چی هم چی هم. حالا ما گفتیم خب اومد زنگ زد گفت میشه نیارم؟ گفتم آفرین نیار اشکال نداره. گفت آخه ندارم. و گفتم مثلا دلیلم نمیخواد، نمیخوای بیاری نیار. من کی مسئله صدلی رو مطرح کردم؟ موقعی که داشتیم میرسوندیم یه دفعه گفت تو کیف من 40,000 لیر تلاس. 40,000 لیر تو تلاس؟ اونجا بود گفتم کیف تو 40,000 لیر تلاس، بعد برای 100 لیر اومدی گفتی نمیتونم. جالب شد اینجا مطرح کردم سطلی رو موقعی که داشتیم میرسوندیم. مثل یه آقایی که یه بار به من گفته بود خواهر تو سفارت، خواهر شما جای خواهر منی توی کنسولات چیز. بعدم گفت من دوست نزدیک آقای خامنه ای هستم، 100,000,000 سالیانه من زکات میدم. خب گندگوزی کردم. ما هم گفتیم که بعد وقتی گفت من جای برات داستانشو تعریف کردم دیگه، هست دیگه دوباره تعریف نکنم. وقتی همچین حرفی زد 100,000,000 داری زکات میدی، بعد گفت خواهر شما حریتتون رو خیلی دوست دارم نمیدونم. گفتم من اگه خواهر من هستی، من برادر تو، تو برادر من هستی، میخوام تو رو ببوسم. بعد خجالت کشید دیگه، گفتم مگه من نمیگه خواهر، منم میخوام برادرم ببوسم. بعدن گفت من شما رو دعوت میکنم یه چیزی. گفتم خب کی فلان؟ آقا همون یه دونه خواهر گفتن و یه دونه گندگوزی برای، حالا گندگوزی هم حالا شایدم واقعا این چیزه که من 100,000,000 زکات میدم به دوست آقای خامنه ای هستم، زکات میدم 80 یورو تموم شد برای نهاری که ما رو دعوت کرد. ما هم همون موقع به احمد هم گفتیم و یکی دیگه هم اومد و به خواهر دخترش هم گفت و فلان دیگه. فکر کنم این آقا هیچ وقت نگه 100,000,000 من زکات میدم، یا نمیدونم خواهرم نکنه دیگه به کسای دیگه. فکر کنم دیگه توبه کرد. آره دیگه عزیز من، شما نمیخوره که 100 لیر رو نتونی بیاری بعد یه دفعه 40,000 لیر طلا تو کیفت باشه، نمیخوره که. ما هم که طلا ملا نمیشناسیم که، کسی هم که میگه نمیدونم فلان از این حرف، ما نمیدونم، همارم باور میکنم. اگر یکی بیاد بگه طلا اینه اونه،
دیگه مثلا دیروز گفتم فکر کم کنم اوی فکر کم مثل بچه های کوچیک هر کس مثلا ماشینش گرونه خیلی ماشین مهمی داره مثلا ماشیناش همش بنزه ماشینا رو هم نمیشناسم بعدش حالا دیگه اینجوری دیگه این خانم این حرف رو زد و روی حرفش هم موند بعدا اومد گفتش که خانم ما کیتو رو ما دزد کردیم شما نه از ما چیزی دزدیدید نه چیز نه خیلی هم ازت ممنونم برای فیلمی که با من گرفتی خانم زیبای استانبول از شما ممنونم برای اون شیرینی که آوردی و شیرینی گفتم چند لیر شده این شیرینی گفت 50 لیر بعدم من امروز رفتم آرایشگاه به خاطر تو موهامو صاف کردم گفتم چقدر شده گفت 50 لیر چقدر شیرینی شد 50 لیر 50 لیر 50 لیر شیرینی 50 لیر این به اضافه 50 میشه 100 بعد من 100 لیر ندارم تا آخر ماه اوکی دو هست رشت اوکی های سمیرا سمیرای چه پنگزه بذار ببینیم سحر آها سحر بیا ببین سحر رو دیدم سحر بیا بالا او آی سیبا های کوروش چت به 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 نمیخواستم اصلا من امروز لایف بذارم آه. انرژی شما فکر کنم بود گفتم بچه ها از اینکه تو ضایع شدی خیلی خوشحالم ما بیشتر خوشحالشون کنیم خوشحال باشه خب در چه حالی؟ یه دمنوش خیلی خوب کوروش برای من درست کرده آورده مرسی ازش بعد خونه کوروش هستیم و دیگه خلاصه همین خلاصه خیلی خوبه دیدی که زیبای فروزانم چه نوشت دیگه گفت زیبا ترس من از روس بدون روسری بودن رفت خیلی خوبه خب کوروش تو آره. حرفی داری بگو ببین آه کیه اون آره کیه اون کی بود آره من گفتم آره بودم من خب کوروش پشتوانه برای ما عقرب چی میشه بگی عقرب چی میشه بگی عقرب چی میشه ببینیم این زیبای استانبول هم که امروز حرفشو زدم به خاطر عقرب از کوروش ای بود خب من اومدم که بچه هایی میگفتن سر کجوس ببینن که من کجا هم و اینی که اینی که در واقع اتفاقی که دیروز افتاد من خودم راضیم به خاطر اینی که من سوگل خیلی دوست دارم و از اینی که دیدم که عمشو با اون حالت گفت که سنم کسی رو نداشت و ما هم چند وقتی سوگلو نگرش میداریم تا موقعی که بره پیش پدرش بعد دیدم سوگل ناراحت شد بعد به من گفت که بریم تو اتاق و بعد از اون مثلا جوی که ایجاد شده بود من بهش گفتم بریم پیاده روی خیلی ذوق کرد اومد بعد ما مثلا به فاصله 5 دقیقه خونهشون اون یه مرکز خرید خیلی خوبه مثلا بزرگی بود چون هم فضای توش گرم بود و هم میتونستیم بگردیم بعد اونجا که من و زیبا فروزان و سوگل بودیم ساعت یه ساعت تقریبا ما اونجا رفتیم خیلی بهش خوش گذشت خیلی خندید با ما خیلی براش ساعت لذت بخشی بود من فکر میکنم همین برای من کافیه که تمام این عواقبم داشت من راضی هستم به اینه که حداقلش من تونستم
یه چند ساعتی با سوگل لحظات شاد و خوبی رو داشته باشه. سوگل این چیزا رو میشنوه میشنوه، همین مسائل هم سیف شده، میشنوه میفهمه، به گوشش میرسه. فکر نکنیم که بچه ها نمیدونن. همین آراد، همین آرن و آراد چیا گفته بودن بهت؟ کلی مثلا بچه هایی که چهار ساله و چند ساله هستن، پنج ساله و نه ساله، نه الان هفت ساله و ده ساله، الان دیگه هفت ساله و ده ساله شده، ولی خب از خیلی کوچولوتری ها میدیدن و دنبال میکردن و اینا. بعد ببین چقدر اونا الان سوگل هم ده سالشه دیگه، نه؟ نه سوگل چیزه امسال دیگه 13 میشه، 12 سالشه الان دیگه. پس چه بهتر، خیلی بهمه، خیلی چیزا رو میدونه بچه های هم. دختر عاقل باهوشیه، واقعا دختر باهوشیه. و اینی که من خودم وقتی که به سوگلم میگفتم یا چیزی که توی ذهن خودم بود این بود که واقعا حالا تا موقعی که این ایرانه یا تا موقعی که میشه واقعا بتونم کنارش باشم و یه حس خوبی رو داشته باشه، به عنوان اینی که حالا من هستم، اگر که مثلا مادرش خب به هر حال یه فقدانیه دیگه، من هستم و بتونیم واقعا در کنار هم باشیم. حالا شرایط اینطوری پیش اومد، ولیکن نیت من از ابتدا همین بود و الانم ناراضی نیستم از اتفاقایی که افتاد و نمیخواستم من بابت این موضوع به کسی باج بدم که مثلا حالا منم بشم یه بابک دیگه ای. من همونطوری که سنم خودش تا حدودی بابک اتفاقا یکی نمیشه، چه ادعای بزرگی. اتفاقا این مسئله رو من موقعی که تو خونه چیزم بودی، خونه سنم بودی، اون موقع رابطه شما رو میدیدم و میدیدم که چقدر شما برای هم دیگه مهمی و چقدر هم سوگل تو رو دوست داره و چقدر سنم تو رو، چه حسی با هم دارم. اون که هیچ، به هر حال این رابطه رو خودتون میدید. من یه سوال دارم، بعد از این جریان بابک آیا از صبح تا الان با شما تماس گرفته؟ بابک دیگه آخرین بار فقط گفت تلفن‌های من کنترل میشه، خیلی میترسم، و بعدش دیگه تلفن هیچ کدوممون رو جواب نداد. من فقط بهش گفتم به من خونه کوروش دارم، مگه خواستی بیا اونجا پیش ما. خب تلفن پس به شما تلفن نزد؟ نه نزد. و بعد محروم باش تماس گرفت، کوروش باش تماس گرفت که هیچ کدوم رو جواب نداد. پدر من دیگه نمیخواستم که گفت یا برلین یا هامبورگ، نه پدر سوگل. آره برلین آلمانه. آلمانه درست میکنه که چند ماه دیگه بره، چند ماه دیگه بیاد پیش باباش که اینجاست. خب به من نزدیکتر میشه دیگه، اگه هامبورگ باشه که من میبینمش، اگه برلین هم باشه که بازم بچه ها رو میبینیم. خب تو بگو که چیزه اون آقایی که کوروش گفت من اون آقا رو شناختم، کوروش میتونی بگی اون آقا کی بود، از کجا شناختیش؟ من ایشون رو فقط تو خط سنم شناختم، خاصی نه. آها تو خط سنم دیدیشون، گفتی عکسم داری ازش تو خط سنم. عکسای فرستادم موقع عکسایی که من خط میزنم، حالا مراسم بوده توی یک کلینیکون بود. فرستادی گروه؟ ما رفتیم سر خط میزنم. آره سحر بفرست گروه، بفرست ببینم که چیزه، بفرست. خب به هر حال الان حالتون خوبه؟ کوروش تو از اینکه سحر پیشته چه احساسی داری؟ من مشکل ندارم، من شبی هم که اصلا من نمیدونستم اینا به این سری میاد، حتی زیبا رو نمیدونستم. بعد یه لحظه دیدم که زیبا هم داره میاد. صبح هم که نزدیک خونه سنم اینا بود که رفته بودم، که بعد من دیدم از قبل از اینکه اتفاقا بیفته شما گفتم بیاید بریم، بیاید شما خونه شما که بگو که با بابک صحبت کردی تلفنی اون چی گفت؟ بابک نذاشت، بعد من
اصلا میدونستم در این اتفاق بوده. زنگ زدم به بابک گفتم بابک دیشب بچه‌ها بهشون استرس وارد میکنه. بله رفتم نیم ساعتم سر کوچه خونه و اون خونه خدا بیامرز صنم ایستادم. زنگ زدم به بابک گفتم من اینجا هستم بچه‌ها بیان سوارشن. من میدونم بچه خوبی نداره بچه‌ها بهشون استرس وارد میشه گناه هستم دیگه چی. بعد میگه بابک گفت من نه برای من زشته من اجازه نمیدم. آها حالا بابک برای زشته ببینه دیگه. خیلی پسر مهربون خوبیه زیبا. بابک اگر هیچی نمیگه به خاطر حرمتیه که برای بزرگ بابا ول کن به کوروش. کوروش ببینم دیگه. حالا ببین این فرهنگ ما هست فرهنگ بابکه. نمیدونی که آقا توجیه نکن ضعفشون بزرگتری. یعنی چی بزرگتر؟ اگه تو توی این خونه باشی الان یه نفر بیاد مثلا مامان تو بیاد بگه که سحر بره بیرون تو میگی با مامانم بزرگتر احترامشو میذارم؟ یعنی چی آخه این توجیه نکند دل تلفن هم کنترل میشه اینجا خونه با خود منه. چی بگو بازم اینجا خونه اختیارش با خود منه ولی اینجا سنم بابک منزل خدا پیامرز سنم خونه خودش نه اجاره نامه به اسم کیه؟ ببین من که دقیق نمیدونم سوگل به من گفت به اسم دایمه ولی عمه پولشو میده. خب ببین هر چی باشه من الان تو اینجا تو این خونه به اندازه یعنی به من یه کسی اجازه داده باشه یا توی قرارداد این باشه که من میتونم اینجا زندگی کنم نمیشه که مهمان من که میاد و من بیام یک کس دیگه بعد تو اسمشو بذاری بزرگتر احترام به بزرگتر. وحید سهر هرسم میگیره بیا این برتر حالا من دعوا میکنم باش دوباره حالا دعوا نکن دیگه. میدونی زیبا نه میدونی زیبا چیزه ببین ظرفیت دعوامون پر شده حالا دعوام بکنیم سهر اینجا جا من یه باید دعوام هم بشه سهر اینجا جاش هم نمیشه مثلا اینو مطمئن گوش میدی؟ باشه اینو یعنی همین الان هم دعوامون بشه من از این پیار با من دعوام میکنیم با سهر که دعوام نمیکنیم با سهر هم که دعوام بشه اینجا خونه خودش اصلا نگران نباشه این حرفا نیست ما اینجوری نیستیم که اون که اومد حوله رو برداشت کی بود؟ دختر. کی از تو این خونه بود؟ آها دختره یعنی دختره. الان تو و دختر اسم دختر صوفیا بود نه یا سونیا؟ آره صوفیا. الان دخترش هستش و تو هستی و دیگه کی تو این خونه؟ عروسم و پسرم. عروس سهر موناشون هم بودن رفتن. حالا من حتی گفتم که چیزه گفتم که خب یه ذره مثلا چون جمعیت زیاده فلانی گفتم بریم خونه سیما چون سیما هم دعوت یا اونم همش میگفت مثلا بیایم. حالا کوروش گفت فردا بریم گفتم خب باشه فردا اصلا کاری اینجا اتاق صوفیا سهرم پیش صوفیا اصلا کاری به کسی نداره. من یه وقت احساس کردم سهر تو سوال جواب دادن سوالا یه ذره مردد هستید. آره سهر نه اصلا نگران نیست. خب پس این مسئله از ذهن من نه کلا. البته یه چیز بهت بگم من خیلی هم دیشب کم خوابیدم آه. این تنشایی هم که ایجاد شد و تمام مفادی که بود مرسی استراحت کنیم. صوفیا تشکر میکنه بابت گوشواره که براش فرستادی. زیبا صوفیا بابت گوشواره که دیروز چی بود خوب بیا خودت هم میگه خجالت میکشم ولی تشکر نه من تشکر که قبول ولی از اینجا تشکر نه قبول میکنه خود اشتیار باشه. البته دیگه از تو بود دیگه من به خاطر اینکه خواستم یه باجی بدم به این کوروش که با من آشتی کنه من گفتم یادش نره اصلا وگرنه اصلا صوفیا تو ذهنم نبود که مرسی به هر حال باشه بچه ها مرسی ممنون زیبا لایبت با آذرم و پیج من بذار لایب هدیه باز کردنت با آذر و پیج من بذار میذارم.
مرسی. شادم. مرسی. باش باش. مرسی خدا. این عقرب به ای عقرب شعر بخون برو یه شعر بخون. میگه نیش عقرب نه از ره کین است، نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش. بچه ها منو میگه آی 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 هر کاری بکنی بازم ما با هم دوستی. فعلا که آش کش که خاله هست. آره سوالش. مرسی خدا. او بچه ها زیبا دل اینم میخواد ببرم، من دل همه رو میخواد ببرم بابا. زیبا روتیل عقرب نیست، اون روتیل خوشگله که بود مال چیز. بچه یه ذره چه داره بخوریم ببینیم که سمیرا، ببینم سمیرا کجاست. بچه این سمیرا خیلی پدر سوخته شده. سمیرا اگه هستی بیا ببینم این سمیرا. میگه سمیرا اگه هستی بیا. خب بچه ها دیگه بریم. تو افعی هستی نه عقرب؟ آره واقعا افعی هم هست. ما از افعی خیلی قشنگ. خب بچه ها من میرم بسته دیگه، چون ما میخواییم امروز هم لایف بذاریم و دل همه تون باز شد. یکی افعی، یکی روتل، یکی اختاپوس، یکی چی 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 چی. خب باشه باشه، ما همه حیوان ها رو دوست داریم، به خصوص حشرات. بای بای. Bye 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 bye.